نیروهای مسلح ایران نمیخواهد من حریف شما هستم نیروی خود حریف شماست در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در عملیاتی توسط نیروهای آمریکایی یکی از مهمترین پرسش هایی که ذهن همه را مشغول کرده این است که آمریکایی ها چگونه توانستند فردی که بالاترین مقام ارشد نظامی ایران محسوب می شد را ردیابی کنند آنها چگونه فهمیده بودند که سلیمانی وارد عراق شده و چند تن از سران شبه نظامیان عراق موسوم به هشت شعبی به استقبالش رفتند برخی رسانه های غربی میگویند قاسم سلیمانی قربانی سهلنگاری خود شده و خطری را که در کمینش بوده جدی نگرفته است گفته می شود قاسم سلیمانی در ایران بیشتر محتاط بوده تا خارج از ایران مثلا این ویدیویی است که او را در سال 96 در گلزار شهدای کرمان نشان میدهد هنگامی که دختر ی شکلاتی نظری به او تعارف می کند سلیمانی ابتدا یکی از شکلات ها را علی رغم میل کودک در دهان خود او میگذارد بسیاری میگویند سلیمانی از سر احتیاط و برای اطمینان از سمی نبودن شکلات ها این کار را انجام داده روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته وزارت دفاع این کشور از چند شیوه برای ردیابی و اجرای عملیات کشتن سلیمانی استفاده کرده اطلاعات محرمانه دریافتی از جاسوسان رهگیری سیگنال های الکترونیکی استفاده از هواپیماهای تجسسی و دیگر تکنیک های تعقیب و مراقبت مقام های عراقی و ایرانی ظاهرا به فرد یا افرادی در داخل فرودگاه بغداد و هواپیمایی که سلیمانی با آن سفر کرده بوده مشکوک هستند و فکر می کنند این افراد اطلاعات مربوط به سفر سلیمانی به بغداد را به آمریکایی ها لو دادند بر همین اساس هم گزارش شده که دو نفر از خدمه پروازی که قاسم سلیمانی با آن به بغداد رفته بود بازداشت شدند اما رسانه های مختلف جهان هر کدام جزئیات بیشتری را درباره این ماجرا منتشر کردند یک روزنامه اسرائیلی نوشته قاسم سلیمانی از دمشق به بغداد سفر کرده بود طبق این گزارش سلیمانی مسافر هواپیمای مسافربری ایرباس A320 متعلق به شرکت هوایی سوریه به نام شام وینگز ایرلاینز بوده که ساعت دوانیم پنجشنبه شب به وقت سوریه از دمش بلند شده و حدود ساعت یک بامداد به وقت عراق در بغداد فرود آمده بدین ترتیب افرادی هم در سوریه و هم در عراق از حضور قاسم سلیمانی در پرواز مذکور آگاه بودند اما در فرودگاه بغداد هم از ساعتها قبل از نشستن هواپیما مشخص بوده که فرد مهمی قرار است از راه برسد چرا که چند تن از سران شبه نظامیان عراق در فرودگاه حاضر شده بودند برخی رسانه ها نوشتند به محض فرود هواپیما استقبال کنندگان از قاسم سلیمانی که یکی از آنها ابو مهدی المهندس از رهبران هشت شعبی بوده با دو دستگاه تویوتای اسیوبی زده گلوله به روی باند پرواز می روند و از همانجا سلیمانی را سوار ماشین می کنند و میبرند قاسم سلیمانی المهندس و یک نفر دیگر سوار یک تویوتا و پنج نفر دیگر از جمله محافظان سوار خودروی دوم می شوند. لحظاتی بعد پس از عبور دو خودرو از بخش بار فرودگاه و ورود به جاده ای که فرودگاه را به شهر بغداد متصل می کند هر دو خودرو توسط یک پهپاد آمریکایی مدل RQ9 مورد حمله قرار می گیرند و ظرف چند ثانیه چیزی جز چند تکه آهن پاره از آنها باقی نمی ماند. گزارش شده که پهباد به خودروی سلیمانی دو راکت و به خودروی دیگر یک راکت شلیک کرده. از ویژگی های پهپاد RQ9 این است که تقریبا هیچ گونه سر و تولید نمی کند و هدفگیریش بسیار دقیق است. راکت استفاده شده در این عملیات Hellfire یا آتش جهنم نام دارد. جالب اینجاست که آمریکا در عراق پایگاه پهپادی ندارد. یعنی احتمالا پهپاد مذکور از پایگاهی صدها کیلومتر دورتر در کویت، قطر یا امارات به محل اعزام شده بوده. این امر می تواند بدین معنا باشد که نیروهای آمریکایی ساعتها قبل از سفر سلیمانی به عراق خبر داشته و برای کشتن او برنامه ریزی کرده بودند رسانه ها می گویند دو متخصص آمریکایی هزاران کیلومتر دورتر یعنی در پایگاهی در ایالت نوادای آمریکا تحت نظارت کارشناسان سازمان سیا عملیات کشتن سلیمانی را انجام دادند فیلم ها و عکس‌های منتشر شده از دو خودروی قاسم سلیمانی و همراهانش نشان میدهد که چیز زیادی از آنها باقی نمانده و حتی اجساد سرنشینان هم به خوبی قابل شناسایی نیستند اما طبق برخی ها افراد حاضر در صحنه انگشتر معروف سلیمانی را شناسایی کردند یک سایت خبری اسرائیلی نوشته به احتمال زیاد یک مهره ارشد حزب الله لبنان که به طور دائم توسط سازمانهای اطلاعاتی غرب تحت نظر و تغییر بوده در پرواز پنجشنبه شب از دمشق به بغداد حضور داشته و همین امر کار آمریکایی ها برای رهگیری قاسم سلیمانی را آسان تر کرد اما <applause> شاید مهمترین عامل در این ماجرا همان سهلنگاری خود سلیمانی بود قاسم سلیمانی سالها بود که در مناطق جنگی در سوریه و عراق حاضر میشد و اجازه میداد از او عکس و فیلم گرفته شود از زمانی که رسانه ها و حتی برخی از سیاستمداران غربی از نقش ایران در مبارزه با داعش تعریف و تمجید کردند قاسم سلیمانی راحتتر در منطقه تردد می کرد. او همانند یک سلبریتی به عراق میرفت و در چند صد متری پایگاه های آمریکایی با شبه نظامیان عراقی دیدار میکرد شبه نظامیانی که بارها و بارها به نیروها و پایگاه های آمریکایی حمله کردند قاسم سلیمانی احتمالا تصور میکرد که آنقدر شخصیت مهمی است که آمریکا جرأت و جسارت کشتنش را ندارد این برداشت تا چندی پیش درست بود برخی از مقامات آمریکایی پیشتر به جورج بوش و باراک اوباما رؤسای جمهور سابق ایالات متحده پیشنهاد و طرح کشتن قاسم سلیمانی را داده بودند ولی بوش و اوباما گرچه سلیمانی را مسئول کشته شدن صدها نیروی آمریکایی در عراق میدانستند اما این پیشنهادات را رد کرده بودند چرا که معتقد بودند با این کار ممکن است جان شهروندانشان بیشتر به خطر بیفتد اما تحریکات اخیر ایران از حمله به نفتکشا گرفته تا حمله به تاسیسات نفتی عربستان سنگونی پهپاد آمریکایی شلیک راکت به پایگاه های آمریکا و سفارت آمریکا در عراق کشتن یک شهروند آمریکایی و زخمی کردن چند تن دیگر و در نهایت هجوم به سفارت آمریکا در بغداد باعث شد دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا همه ملاحظات قبلی را کنار بگذارد و دستور کشتن سلیمانی را صادر کند به نظرم قاسم سلیمانی مهمترین فرمانده سپاه بوده سپا در سیاست داخلی ایران به عنوان نهاد سرکوبگر معروفه در سیاست خاورمیانه به عنوان بازیگر ایران مهمترین فرمانده این نهاد الان کشته شده یه خلعه اینجوری تو سپاه هست از اون طرف مهمترین دستیار آیت الله خامنه ای در بازی خاورمیانه ایران بوده درست در جایی که ایران با آمریکا، عربستان و اسرائیل در چالشه مسئول این چالش در واقع قاسم سلیمانی بوده کسی که به لحاظ میدانی در خاورمیانه اینو اداره کرده حالا این بازیگر با این نقش و وزن حذف شده از اون طرف جمهوری اسلامی موقعی که میگه من جنگ کلاسیک نمی کنم میرم سمت نبرد متقارن دو تا پایه برای این تعریف کرده یکی توان موشکیش یکی گروه های نیابتی قاسم سلیمانی که کشته شد هدایت گروه های نیابتی هم آسیب دید ارز کنم که یک نکته خیلی مهمیه در مورد این نقش آفرینی گروه های نیابتی برای ایران چون اینها ابزار قدرت ایران در منطقه در شرایط کنونی بحث می شدن یعنی جمهوری اسلامی آقای خامنهای بعد از اینکه اون برنامه هستهش به یک نوعی ناکام بود و نتونست اون بلند پروازی رو ادامه بده رفت سراغ دو تا ابزار دیگه یکی برنامه موشکی بود که سپاه عهدهدار مسئولیتش بود و یکی تقویت این گروه های شبه نظامی در کشورهای مختلف بود که به گروه های نیابتی یا گروه های وابسته ایران مشهور شده بودن یا خودشون میگفتن بسیج مردمی آره و میگفتن الگوش رو هم از سازمان های داخلی سپاه مثل بسیج گرفتن و دارن اونجا پیاده میکنن و در بعضی موقع میدیدیم که میگفتن در جنگ های نیابتی ایران با کشورهای منطقه که فرض با اسرائیل بوده با عربستان بوده با آمریکا بوده اینا کارایی داشتن علاوه اینکه آقای سلیمانی در طول سالی درازی با این افراد فرماندهان اینا در تماس بوده در سالیان اخیرم تنها فرمانده سپاه بوده که در حضور میدانی داشته در این کشورها و از نزدیک با اینها در ارتباط بوده و بسیار سهبالات داخلیش رو میتونه سهبه بکنه و از صحبتاش هم نشون میداد که اون رابط اصلی به خصوص در زمینه تمین اسلحه و هزینه های این گروه ها خود آقای سلیمانی بودش مثلا یه بار میگفتش که در انبارهای ما 24 ساعته برای گروه های عراقی باز بود و اینا میتونستن بیان سلاح از ایران این این خودش نشون میده که به طور کامل اختیارات در دست آقای سلیمانی بود و یک وجهی هم که آقای سلیمانی داشت به خاطر اون شخصیت خاصی که حالا هم خودش نشون داده بود و همین که رسانه ها حتی رسانه های داخل ایران از این ساخته بودند یک شخصیت کاریزماتیکی در داخل سپاه از این ساخته بودند که همونطور که آقای ویسی هم گفتش که مهمترین فرمانده سپاه بود همونطور که فکر کنم آقای با هم آقای موافق باشه که در در سپاه شاید جانشینی الان به سرعت براش پیدا نشه در خود سپاه قدس هم نه جانشینی براش به راحتی پیدا میشه نه فردی بود که هم ارزش باشه که بتونه الان این نقش رو برای گروه های نیابتی در منطقه در اون گروه های شبه نظامی بتونه ایفا بکنه بنابراین میشه گفتش که یکی از مهمترین ستونهایی که جمهوری اسلامی در این دوره خاصش حساب کرده بود الان یه ضربه جدی دید دیده یه نکته تکمیلی هم من بگم که به موازات رشد این گروه نیابتی در این گروه نظامی و جنگ نیابتی که ایران در منطقه داشت راه میانداخت رجزخانی ایران هم افزایش پیدا کرده بود یعنی ایران سعی می کرد که مقابل قدرت های منطقه مثل عربستان رجزخانی بکنه مقابل اسرائیل به طور دائم این رجزخانی رو داشت و حتی مقابل دولت آمریکا می